مقدس اون روز یک سر و وضع و لباسی داشت، دفاع مقدس امروز یک سر و وضع دیگری دارد. زمان جنگ بعضیا حسرت قبل از انقلاب رو می‌خوردن که بعضیا توی زندان‌های مخوف ستمشاهی شکنجه می‌شدن و حسرتشون این بود که اون روز نبودن تا مقاومت کنن توی زندان‌ها. حالا بعد از دفاع مقدس نسلی پدید آمده که حسرت دفاع مقدس رو می‌خوره که چرا اون روز نبود RPG مثلا بزنه و لزام می‌مونن تو سر و وضع افراد اون روز. حالا که امروز ما جنگی به مراتب سنگین‌تر و سهمگین‌تر رو درش درگیریم، از فضای این جنگ همه دارن غفلت می‌کنن. لذا نوستالژیک و حالت نوستالژیک داشتن، ماندن در یک گذشته و حسرت اون گذشته رو خوردن، این ظلم به هم ماهیتی است که ما حسرتش رو می‌کشیم. اما به این معنا نیست که پشت به آن دوران دفاع مقدس کردیم. اگر میگیم که کل یوم عاشورا، کل ارضین کربلا، کل شهر محرم، معنای این بحث اینه که هر روز برای ما دفاع مقدسه، هر روز کربلای امام حسین تکرار میشه، هر ماه برای ما محرمه و هر زمین برای ما صحنه سرزمین کف و نینوا و کربلاست. شکلش فرق میکنه. فرزند زمان خیشتن بودن یعنی این. لذا مسئله دفاع مقدس رو بنده میتونم ساعتها خاطره بگم. به عنوان یک کسی که نیروی ویژه بودم توی جنگ، یعنی کماندو بودم، قطعا جذابیت خاطرات من نوعی از خاطرات خیلی ها سینمایی تر و به قول جوانای امروزی باکلاس‌تر. اما زمان این قضایا نمیگم نیست. امروز درگیر یک جنگ به مراتب مهمتری هستیم و پرداختن به اون در عرصه دفاع مقدس، دفاع مستمر، دفاع امروز، دفاع مقدس امروز جدی تره.